علي ابن موسى محمد ابن علي محمد ابن علي ابن موسى محمد ابن علي ابن موسى باشیم بابا بریم باشیم بابا
سلام علیکم. انشالله غم آخرتون باشه. خدا شاهد شما رو کم نکنه. چی میخواد دیگه؟ من فاتح خونم. ببر بیر همین. و چقدر میخواد؟ همه میخوان آدم رو درگیزه بکنن. سلام علیکم. تو چی میگی؟ من به سید حسن کمک چیکار میکنیم؟ وقتی که سید حسن خسته میشه من میگم. وقتی خسته شد اصلا نمیخوام بخونه. برو بابا برو. آقا جون شما عزیزتون رو از دست دادید برای آقا جون پولت رو گرفتی؟ برو دیگه هول نمیدیش آقا. بلش کن آقا مرتضی. اینا جیب برن. یه فاتحه میخونه از صد دفعه میخوام پولش رو بگیرم. دادم بزرگش کرد. خدا رحمتش کنه. میخوام بذارم ایش کاره بخوره که همشه جلو چشم باشه. خدا فکره. خدا فکره. خدا فکره. بسه رفت الله. چرا میاری که بینم؟ همیارم میارم. آقا مرتضا. تو فکر مادرتو نمی کنی که با این عکس غم و غصه‌اش زیادتر میشه جان من. این که رفت راحت شد. تو حالا باید فکر مادرتو بکنی که با خوبی و خوشی زندگی بکنه. سر سامون نگیره. میدونی مادرم محروم پدرمو واقعا دوست داشت. حالا همین عکسشو که ببینه به یاد اون مرحوم خوش زندگی میکنه. با کلابان بله یا ببرشون قبیله. سلام علیکم. سلام علیکم. جو نخورده ها بهشون بره. چشم خدا. سلام علیکم. حالا این عکس قایم کن شب سالش در میاریم. حالا همین چلش هم نشده هر چیز حساب داره. بابا خواهم سلام علیکم. سلام علیکم. خدا رحمتش کنه چه مرد نازنین. میخواستم راجع به خونه صحبت کنم. این معامله نکردید یه مشتری خوب با تشکر. نه دیگه نمیفروشیم. پس چرا گفتید مشتری برش نمیفروشیم؟ پارسال میخواستیم بفروشیم از هم جدا شیم چون که جامون تنگ بود. اما از موقعی که مرحوم عیال من و پدر آقا مرتضی به رحمت خدا رفتن دیگه اوضاع عوض شده. دیگه نمیتونیم از هم جدا شیم. من باید از اینا سرپرستی کنم. اینا جای پسرم ندارن. خدا حافظ. خدا حافظ. مشتاقی سلام علیکم. سلام علیکم. خدا رحمتش. از اون تخمه ژاپنیایی که پدرم میگرفت دو سیر به شما بکنه. خدا بیامرز هر شب دو سیر میگرفت میبرد خونه. دادم از پیش بزرگ کردم. من نمیفهمم کلات زاری تو تخمه رو میخوای چیکار کنی؟ میدونی مادرم تخمه ژاپنی خیلی دوست داره. پدرم هر شب واسش میخرید میبرد خونه. خب حالا که اون نیستش من باید این کارو بکنم. باریکلا شیرت حلالت باشه. من تو باید یه کاری کنیم که مادرت اصلا نفهمه اون مرحوم از دست داده. تو باید پرورده تو نون بخر. من تخمه رو میگیرم. خب باشه. ببینم مادرت سنگک دوست داره یا تافتون؟ سنگک. همیشه به پدرم میگفت بغل تنور قهوه‌ای بگیر. آب باریکلا دو تا بغل تنور قهوه‌ای بگیری. بفرمایید. دست شما در باشه. پولشو پای آقا مرتضی بنویسم؟ نه. از امروز شبی دو سی تخمه میکشی میذاری کنار پولشم پای من حساب بشه. چش. خدا حافظ. خدا پولی تو اون داره کلون کن یه وقت مدرسه از زده میره تو تا من یه دقیقه برم تو الان میرم یه خوری بکش جواب بذارم تا نگیری. نگفتم که گل بازی نکن دستا ترکی پره زند با کمیده بسی من که بابا بیا این هم مالتون زند رو باش برو لبه باز دستا دیگه خود بابا خجالت داره اینجور نباید تو روی من بگی. خیلی خب من اینجا باشتم. خود حالا خوب قلوم علی خود همه بگی آنیم دومیم نه آقا مرتضی بایسا. آقا مرتضی بابا رو میخوادی بینی بیا من بابا. این پاکت هم داده مادره بگو بابا خریده ها. نه اصاب کن بگو داداش هم خریده. خیلی خوب چه فرق میکنه آقا مرتضی بگو دلشون خوش باشه. بابا علی خان من این عکس رو نیاوردم اینجور که بذارم تو گنجه. میخوام جلوی چشم باشه که ببینمش. اون چی که جوون در آینه بیند پیر در خشت خام آن بیند. شب چله درش میری. خدا رحمتش کنه.
الله پلوی عروسی به فزیزین هست دارد ببرم تا غلام علی زنده است خانواده‌اش بی سرپرست بمشه حتی جمعه جلو بابا کی میخواه وسط بکشه از همهش میخواه بابا آباد ازا شما میاد بیشینی سر سفره بابا شما بفرمایید من الان خدمت میدم آقا اون لطفا اون بشقا به حلوا رو بگیم بیا بد کنید بیا بد کنید بیا خدا رحمتش کنه فاتحه ها خدا رحمتش کنه اون مرحوم مرد بزرگوار بود از بزرگوارم بزرگتر بزرگی همه یعظم هست واسه همه پدری میکرد مرحوم اصلا فرشته بود نه فقط یه بای کم داشت که بالای سر همه بیرد آره والا آقا مرتضی که دومادته فرق نمی کنه هم دامادمه هم پسرمه دوتا پسر دارم مثل دسته گل توی این مجلس راجب دومادی نباید حرف زد اگه بخواد دوماد بشه باید از داییش که بزرگترشه اجازه میگیره حالا که وقتش نیست به موقعش البته از شما هم اجازه میگیرم مولا آب چرا میخوری گوشت بخور خیلی خوردم تو گلوم گیر کرده آب میخورم که بره پایین تا بازم بخورم این دیگه واسه چیه؟ واسه این که به من نگفته بودی بده به من دیگه چیه؟ دوغو عمر که پر میگذره این زودی سه ماه شد سه ماه و ده روز با امروز سه ماه و یازده گمون نمی کنم غلام علی خان باید همون سه ماه باشم این سه ماه اینم در مال امروز رو نداره اینم مال امروز اینم یادگار برم این تخمه دست شما درد نکنه مرحوم مصطفی خان همیشه از این تخمه ها واسم میخرید این از صداد اینقدر فکر اون مرحوم رو نکنین دیگه میخوام فکر نکنم مگه میشه شما میتونین فکر مرحوم اشرف سادات رو نکنیم آره من اصلا فکرشم نمی کنم یعنی فایده ای هم نداره مردا اصلا بیوفاست همه چی بود یادشون اما غلام علی هیچی یادش نرفته یه روز صبح تابستون بود یادته تو پشت بوم میخوابیدیم از سر دیفال نگاه کردم داشتی رخت خواب جمع میکردی یادته آره 35 سال پیش بود یادته یواش مردم میشنفن همون روزا بود که بخواستم بیام خواستگاری اون مرحوم مصطفی خان رو دست ما بلند شد یادته؟ آره یادمه قول و قرارت هم یادته که گفتی هر خواستگاری بیاد رد میکنم آره یادمه آه حالا مردا بیوفا هستن یا زنا؟ یاداشم مجبورم اصلا غلام علی خان این حرفا چه معنی داره؟ گذشته ها گذشته آره گذشته اما بعد چیلی گذشته
قیافه اکبر خان داداش تو یادمه، اون روزی که به من گفت نش خواهرم رو دوش درشت کچیه بیدارم. غلام علی خان، حالا که سر حرف با شدی یک چیزی رو میخواستم از شما بپرسم. 25 سال گوشه دلم غلوم بشدی. چطور شد یه سال بعدش اومد این خواستگاری مرحوم خواهرم اشرف زاده؟ نمیدونم، دلم میخواست اقلا با شما فامیل باشم. شاید هم از لجم گفتم برم خواهرش بگیرم. دیر شده تا برسیم سر خاک فرو میشه. تصویر خودت دو ساعت دیر اومده. چی کار کنم کار داشت؟ داشت باشه زا ببینیم سینما فیلمش نگاه کن. بعدا نمیدیا پوری میه بریم سینما. بابا موقعاتش درد میشه. اون دفعه گفت اگه یه دفعه دیگه با آقا مرتضی رفتی سینما نرفتی، یا من باید باهاتون باشم یا زینت شده. همه بچه های تمریکا با نوزدهشون گردش میرن سینما میرن. ما را سلامتی هم پسر خاله دختر خاله به هم نام زدیم. اون وقت حق نداری. چه میدونم، اگه زودتر عروسی میکردیم راحت میشدیم. ما حالا از آزاده میکنیم. یه موشک یخ میکنیم وقتی از آزاده در اومدیم عروسی میکنیم. دادا از سینما رد شدیم. این فیلمش خوب میریم. میریم یه سینما دیگه. نمیخوام برو کنار. به شانس خانمتون بخرید. به شانس شما. بیا برو. ان شاء الله که بگی برو. خدا برو. بلیط خدا مرگم بده قول من خانم. میخواستم برم فاتحه اهل خوب بود. من آوردی سینما. بعدا میبینیم دیگه دیر شده. خوشی دیگه نکنم. حالا فیلمش چی هست؟ شوهر ننه یه جوونی به درش میمیره برای اینکه آب تو دل ننش تکون نخوره مادره رو شوهر میده. با خوبی و خوشی و سلامتی با هم زندگی میبره. مگه شما دیدی؟ آره دلم میخواد آقا مرتضی نمیدید. نه نظرم زنشه. نه بابا به طور زده بی چلو. قول ملی خواه تو با من نداری. چرا؟ آقا جون آیا بوده عقبتر باشتی؟ زنی گفتن مردی گفتن حیار خوردن آبرو ریختن. چی؟ چی میگه پیر و مطرف باستن که نوبت رو بسه؟ پدرت پدرته به من جای تو رو گرفتن. برا سر جد جای ما پاسته ای کنم. من آل میدی؟ فهم نمیدونی با چی طرفی؟ بابا ملیخان دلیت خوبیه بریم. بابا نه خوب نه. این خوبه دلم خود سبایی بودم که دود از کن تو باید مجرد بکشت پیرو هم من پایی رو نبرم تلان زدی بلکن نیستم. خود یو باشه من خلاف شر کردی خودم جواب که میدم یه بریم. آقا مرتضی مثل این که بابا می کو؟ اونو هاشم دارم میرم افتر خاک برداشتن. اگه ما رو دیده باشن چی؟ بیا زودتر بریم خونه. خب دیده باشن مرد یه دفعه شیرانم یه دفعه با حسن رفتیم سینما. جرم که نکردیم حسن به بابا نگی رفتیم سینما ها. نه به ننم میگم. نه اگه بگی دیگه نمیذارم با ما سینما بیای. هم به ننم بگو هم به بابای پوری. بلکه ما تا یه سال دیگه عرصی نکنیم نمیتونیم قایم موشک بازی کنیم. من مخصوصا چه به قول من خواهم میگم رفتیم سینما. بفرمایید اینم نوک. اینم مبارک بادش. خاکستم شکون داره. من فکرشو میکنم تمام تنم داغ میشه. روتون میشه بگی؟ خجالت نداره. ما که باید برای اون آقا رو دعوت کنیم. بهش میگیم دوتا سیغه جاری کنیم. شما چه هر کاری رو آسون میگیم؟ هر خیلی آسونه. طلاق سخته. آقا میگه انکته و ما به هم حلالی. ببرمین در همچه شدیم ببرمین. وای تمام تنم مثل مرغ پرکنده دوندون شده. اینها نگاه کنی چی نتصادات. ما هنوز به هم حلال نیستیم. گناه داره. به جون پوری که از تخم چشمم بیشتر دوستش دارم الان موره پشتم تیر کشید. میترسم آقا مرتضی رضایت نده. او خیلی غیرتیه. مجبور رضایت بده. گرویش پیش خودمه. کدوم گروی؟ پوری. اگه رضایت نده منم رضایت نمیدم. مرتضی مثل همه نیست. خیلی غیرتیه. همین عکسی رو که شما از سر بخاری برداشتی میترسم بیاد علم شهره بپاکنی. مجبور بودم. بفرمید بفرمید تخمه. اینجور چیزا آقا مرتضی رو یاد پدرش میدازه. خب بندازه. آخه کار ما هم عقب میدازه. پس یه جوری نرم نرم حالیش کنیم که بهش نخوره. آقا مرتضی الان که از سینما بیاد خودش نرمه. هر شب وقتی از سینما میادیم بیرون حسیت الله میگفت نامه از سب یه فیلمی ساخته که همه عوض میکنن علاجه.
بابا اولی کلامو چی میگی نه سلام سلام مرتضا خان سمندری به ما دهن بگیرین گل عکس بابام کو حالا عکس بابا رو میخوای چه کنی از داره چی بگیرین دهن بگیرین گل بابا خودش اینجا نشسته مگه نه اگه نه هستن اسمت چیه بابا اولی کلامو چی میگی یه پولیس هم دهن بگیرین گل دست شما درد نکنی آمان بفرم بفرم خود سایه شما را سرمون کم نکنه شما جای پدرمون هستی حالا چه اما من میخوام عکس بابام همیشه جلو چشم باشه ننه عکس بابامو کجا گذاشتی نمیدونم من بر نداشتم من برداشتم شما برداشتی شیشش سرک خورده بود دادم درست کنم حالا چه منیه بشینی بفرما بشین زینت رو دادم چایی بیرید بابا زندگی دیگه یه سی با کندزی هوا 70 تا ملق میخوره تا به زمین برسه مقصودتون چیه؟ یه چی؟ همین جوری بفرما دم چیه؟ نه نمیخورم خب سر خاک که نرفتیم ها؟ نه نرسیدیم بریم چایی که بکش پس کجا هستیم؟ هستم پاشو به اینجا چیکار داری؟ تو بیا بودو دیگه نمیگم کجا رفتی؟ خاک بیاسی من کجا رفته بودیم؟ نگی ها چیه؟ رفته بودیم سینما خوشم اومد همیشه دست این بچه رو بگیم پوریرم وردار با هم بریم سینما جوون هستی باید بریم تفریح کنیم اصلا زین از صدار ما باید عروسی اینا رو جلو بلیم آخه چجوری؟ ما حالا عزاداریم یواشکی آقا رو صدا میکنیم دوتا سیگار جاری میکنیم نفهمیدم برای چی دوتا؟ همچین چی همجور بگه عرضتون محکمتر بشه آخه مرحوم پدرم چی؟ روحش معذب میشه روح پدر تو مقدسه الان قاطی فرشته ها داره سیر و سیاحت میکنه ملائکه ها هر آدمی رو که تنها سر به بالین بذاره نفرین میکنن چه زن چه مرد فرقی نمیکنه الان روح پدر چه ناراحتی داره چه ناراحتی همین که نزدیکانش تنها سر به بالین میذاره یا باقی دارم تشویم بله حسن بله اسم من چه بابا باریکلا یه مشتتو بگیرم خب فیلم چطور بود خوش کنو من خیلی خوش آمد بابا ها آقا مرتضی خوش کنو من بد نبود خنده دار بود باره بابا کجاش خنده دارش پسر باباش میمیره چهار ماه بعدش به زور ننش و شوهر میده آخه بیمرفتی هم اندازه داره اگه یه جو غیرت داشت نمیتونه تو نره سر و جای باباش ببینه بود یه علتی داشت بود شاید اون مرد آدم خوبی بوده یا پسره ریشش گرای اون مرد بوده تو اگه جای اون پسره بودی این کار نمی کردی چرا والا من اگه جای اون پسره بودم اون مرد چرا می خواموندم لبه باخچه سرشو گوش تا گوش می باریم بوری چی به تو اجازه داد بری سینما کجا میری من مردم سینما سرکار دختر منو وردشتیم بردیم سینما که کی به اجازه کی گلمنی خان آخه ما ناسلامتی نام دادیم حسن هم که با همون بود دیگه این حرفا رو نداره بفرمایید دهنتو رو شیرین کنید بفرمایید نمیخوام دل باید شیرین باشه خب حالا که ناراحتیم همون دیگه فرمودیم یواشی که عقل میکنم مردم چی میگن جواب در همسایه رو چی بدیم الان لباس سیاه تن مادرته شما الان گفتین ما معذب باشیم فرشته ها نفرینمون میکنن روح بابا معذب میشه من برای همه گفتم نه فقط شما دوتا چی بعد گریه پوری آقا مرتضی رو نرم نمی کنه منه بیداری آقای منظور زوزوز یه مجمع این سی نفس کردم خودت یه کاری کن بابام رضایت بدی اینا جوانن حقشه اما خب وقتم زیاد دارم ما چی که آفتابمون در بکنم اینا به لعنت خدا نمیارزه این خود بیاماز دو دفعه بیشتر نپوشیده با مال مرده هم هست دیگه برتر ما نمیخواه من میخواه بدی آخره
مرض واجی نداشته؟ نه بابا، بیچاره پاشو گذاشته رو پوست مود، سرش خورده به سنگ حوض، عمرش داده به شما. ساعتی 25 تومن. بخور که بی امزا. 30 تومن بده خیلی شوید میبرم. نه خانم علی خان، 100 تومن کمتر نمیدم. بده به من آقا. خانم جون، شما اصلا خیال فروختن نداریم. باید سبینم، زود غر میکنه. چیه؟ چیزایی بهترم داریم، اینجا نباشه. ببینم. یه جلو. این نگاش کن، تومن برگردم، یالا. وای بایدش نه. آقا مرتضی بیدار شده؟ نه هنوز خوابه. سلام علیکم. شب الله بالخیر. ببینم به این زودی شیشنش رو انداختیم. اگه نشونی بدی خودم میرفتم میگرفتم. اصلا راضی نبودم شما زحمت بکشید. آقا ما کار داریم، میخوایم بریم. اومدم. دمه در چیه؟ یه ماش خرت پرت داریم دم در میفروشیم. تو برو چایی تو بخور، پوری پای سنوره. همون 25 تومنو بده من برده برو. برده برو. من باری کلم. اینا رو چرا میپوشی؟ گفتم به دردمون که نمیخورم. میگم 25 رو رد کن بعد برو آقا. چی چی رو بعد برو؟ 25 تومن چه؟ 25 هزار تومنم نمیپوشم. اینا یادگار پدر مرحوممه. آقا جون 25 هزار تومن خیال میکنه جواهر نشونه. اگه 25 تا قرونم تونستی بفروشی ما این ریشا رو میترکیم. ول کنیم بابا. ولش کن بس بره. چه خبره؟ نمیفروشی؟ نمیفروشم. تو باری کنا مرتضی، تو چرا همچی میکنی؟ نه نه، من یادگاره بابامو نمیفروشم. حالا خود چه هم میزنی؟ همه چه توی خونه بچه بچه شده. یعنی چه؟ برای فهم بزرگتر این خونه چه؟ یا آقا بردارو سب کن، من این فرنچشو میخوام. خیلی خب آقا، فرنچشو نمیفروشی. آخی تو فرنچ میپوشی بچه. میخوام یادگاری میکردم. یادگاری میخوام؟ اینجا دعوا نداره. پوتی میشه بعد کقرن گاگداری هم بپوشی. بیا نمیخوام. آخی این روش درشه داره، درشه آخرشه. چرا این تو نمیده فیستمی؟ بارا بابا بیا بیکی ننه بیکی بیده خلوم علی خان بیکی نه بده به خودش بفرما بندت زمی بندت زمی؟ آقا جون بیا برده برو نمیدونه برده برو برده برو کرک باید چون دیگه چرا کنم اینو؟ آقا مرتضی کرنج بردشتی یادگار به درد بردشتی بارا دیگه آقا جون اینا رو برده برو اون 25 رو رد کن بیا چی آقا مرتضی؟ سنگی قبر بابا من بفروشم. اینقدر خودتو ناراحت نکن. بفرمایین این اتاق، مگه چایی نمیخوریم؟ مرتضی تا صبح خواب به چشمش نرفت. اینا موقتیه، امروز پولی رو میفرستم باهاش صحبت کنه. حرف زن تو گوش مرد یه جور دیگه صدا میکنه. وقتی نرم شد خودم باهاش صحبت میکنم، کلک کاری میکنم، راحت باش. خدایا هر کی خیره همون بشه. آیا لفظی که اومدی در خونه رو زدی چی که بزرگی از گوشته؟ ای آقا، حضرت آقا، ببینم، با چی زدیش؟ آیا تارت نمیخوره، برو سر کاره. یل که بود؟ شیوار ننمه، پاشو برو حسابشو برس پسر. بلش کن، زرون بگی نمیرسه. پاشو، چند تا بر بچه رو میبریم، دماغشو میمانونیم بخواه. سر دسته یک که بزنهای محله. من اگه چه تو بودم پسر؟ یه نهر خر بیار ننه آدمو بگیر، آدمو تو خونه را نده چشیدن بزن، آدم واسه بر رو بر نگاش کنه، مفصل تو شد. خدا مرگم بده، هنوز عصبانی. چه اینجا اومدی چیکار؟ اومدم ببرم ات خونه. ها؟ مگه هر روز تو منو میبردی خونه؟ تو باقا ترسی رفتی، دلم شور زد. ببینم این رفیقت چه میاد ماشینشو ببره ها؟ دو سه روز دیگه. بیا برش دار برو. خدافظ. خدافظ. گفت تو همین هفته کلکی کارو میکنم. نه بابا اصلا این بابا دمدمیه، یه روز میگاره فردا میکنم، باز دو مطلبه میگاره، باز دو دفعه میکنم پوری همین فردا عرض میکنی تا رئیس عوض نشده. ببینم چه رضایت داده؟ با یه شرطی رضایت داده که اول از عزا در میگه. نه بچی؟ شرطی چی؟ میگه باید همه سر و سامون بگیره. همه؟ یعنی چیا؟ مخصوصش به خودشه. با آه چون لحظه فرق میتونی رو کراس بگو بینید چیه؟ خب مثل بابا میخواد زن بگیره. حالا اون زنی میخواد چیکار کنه سر پیری؟ بابا پیر نیست، تازه 46 سالشه. باشه، کسی که دختر بزرگ داره نباشه زن بگیره. امشب خودم میام باهاش صحبت کنم، رأیش میزنم. اتفاقا خودش میخواست با شما صحبت کنه، گفت با آقا مرتضی بگو اصل بیاد قهوه خونه. قصه نخور، من نمیذارم این کارو بکنی.
قصه من خیلی هم خوشحالم. خوشحالی که میخواد برای زن بابا بیاره تو خونه؟ اون که میخواد بیاره زن بابا نی خیلی هم دوستش داره. ببینم کیو میخواد بگیری؟ اگه گفتی کیه؟ من چه میدونم؟ مگه من میشناسمش؟ آره خیلی خوب میشناسی. خب کیه؟ میدونی خانده یه همی فهمم مهربونی این نامدرسه چی بود؟ هی میگه من جای پدرتم رانی میرا به حسنی آب نبات میده. یه روز ما از دهنمون پرید گفتیم مرحوم پدرم واسه ننم تخمه جاپونی میخرید. حالا هر شب خدا یه پاکت تخمه میخری میاره خونه. یه نصدا بفرمه زلیل زلیل شیله که هیچی برای من باقی نزد. آقا به چی میگه ایدون؟ همین سرخواب شاب مرده. تو خواب ببالم خواست بشم بابان چی میگه؟ با این ریخت زردم بو اگه آقا مرتضا تو رو ببینه رم میکنه. میخوام نوپات گول بیفته. بیا یکی دیگم با خون. نه نه خونده یه حالم خوش نمید. بخور بذار بتونی حرف بزنی زینه دلم. فکر پوریم نکن مگه دختر قطعه. زری رفت این چایی چی شد؟ الان میاره. بگی برو برو زود باش اما موازه باش که چایی رو نره بیا برو ببینم مردیشون کرده تو ببرن. این دستش به اون دستش ذکر میگه. شب عروزیدم باید ساکسی دو طبعه کرایه کنم که هنوز نرفته برد میگردونم. من شانس ندارم مرشون کرده به تو ببرن. زری بس چرا نمیاد؟ داره میاد داره میاد. اینقدر اخم نکن. نگاه کن با یه من اصلم نمیشه خوردش. لبخند بزن بازم بیشتر میخوام دندونات بیشتر برو برو ببینم برو گم شو تا رسیدی کشیده اولو محکم بزن تو بوشش دیگه کار نباشه. فهمیدم سلام. شما وقت روز زدی رو ندیده بودی آقا مرتضا بازم شده نه؟ بپرمه خجالتیه دخترم. آقا مرتضا سوختی مره یک چایی دیگه برداری. بپرمه اینم سه تا چایی دیگه حاجی بله اون صفحه دوست دارم و بذارم چهر آقایی از این بغل بده یه خطه نوشینی خوش کنم برای اگه من میخوام دست دل باز چیدی بس بسن چیدی حالا مرده نوشیدی خیلی خیلی خیلات میکنم. تو چقدر کار کردی؟ رد کن بیا. تو چقدر کار کردی؟ ما 25 تومن بیشتر گیرمون نهیمد وسط هفته مسافر شاب دلازی نیست میشه اون نسبت هم که ماشین هم من کار دارم. بریم کنم. بریم کنم. سلام علیکم. سلام علیکم. چرا انقدر دیر اومدی بابا؟ چایی بیار بابا. پوری رو دیدی؟ آره دیدم. خب. چطه؟ میخواستی چند باشم؟ نفسی؟ نه حواسم خیلی چنده. چرا اینجوری به من نگاه میکنی؟ پس میخواستی چجوری نگاه کنم؟ آقا مرتضی این کارا خوب نیست. من جای پدر تو هستم. آقا این شخص پدر من نیست. پدر من یه مرد بود. رفت و تموم شد. ایشکم نمیتونه جایشو بگیره. چه خیلی دعوان شده؟ شما خیلی ندیشته بشید. بریم کنم آقا مرتضی باش بریم خونه. حالا شما عادی که بریم گام چیه؟ بریم من شوهر ننه نمیخوام. خب نخواد. ننم هم شوهر نمیخواد. نخواد. آخه شما خیال داری ننم ازم بگیری؟ من؟ آره پوری بهم گفت. پوری غلط کرد. یعنی که پس شما به پوری نگفتی که با من صحبت کنه؟ نه خودش به من گفت بابا شما اگه خاله جونو بگیری خیلی خوب میشه. منم گفتم اگه خیلی دلت بخواد مرد خاطر تو حاضرم. اونجور که من آقا مرتضی رو دیدم میترسم همدیگر خونین و مالین کرده باشه. خانم برو سر خیابون ببین داداش حسینا دارن میان یا نه. دارن میان که خودشون میان اگرم ندارن میان که من برم سر خیابون چطور باشه؟ زلیل که الهی که هر چی بهت بگن یه جواب حاضر داری. باشه بابا باشه صورت پدرتو ماچ کن دیگه هم از این حرفا نزن. باشه صورتشو از خالمو ماچ میکنم که مثل پدر بزرگت کرده مثل پدرم دوست داره.
ببین چه جوری قلبم میزنه. ببینم از چه هی؟ چه میزنه؟ برای که پروی چه معنی داره؟ کسی خواهی دست میزنی؟ یه وقتی دیگه جواب بدیم این زبونه فرق حلقت میکشم بیر. لنه اومدم. سلام بابا آقا کسی من چه بابا؟ باری کلا دارم تو با کن ملا نسلین کار نداره که جوال دو زادی به نظرم آقا ما چطور رضایت بده هرچی خدا بخواد همون یا الله سلام سلام ننه، سوالی سلام ننه، بگیم من لوی خوردونه برم توری دو، بدخونم رخت خوابانو که رسالا فنگ بخوره خونه از بشه جای شماره من داشتیم تو پشت بوم آقا مشترگه ننه من به پشت بوم میخوابه ننه هم تو اون اتاق میخوابه توری هم تو این اتاق بابکین هم تو ایمون اه خواست بزنی باید میکرد تو نپرسیدم چطور شده جای من اینخیم پشت بوم؟ مرتضی تو که اینجوری حرف میزنی تو همیشه تابستونا رو پشت بون میخوابیدی از شما میکردتونو بیاری رو پشت بون جای مردا تو بادم میخواد توش نماز بخونه همه مردای در همسایه نگاه میکنن از پشت بون جای مردا پس تو جای قلمل خانون انداختی ها؟ لا لا هلا لا بابام کمر درد داره نمیتونه از سلا بالا بره با کجا میری؟ مگه شام نمیخوری؟ غلام علی خان باز از این زهر ماریا به این بچه دادیم اخدا کشو دهنه تو آب بکشم نه نه خدا نکن آقا مرتضا بله حرفتونو با هم زدیم این حرفت نخوره جمعید نزدیک بیر منو با این پیر من دعوا نمیدیم چی اونجا نشستیم وزوز میکنیم؟ بلندتر بگیم ما بهش کنیم دیگه چی میگفتیم؟ همون احکنون یوشکی احکنون دی احکنون ما حالا عدا داریم آقا مرتضی میره نظام وظیفه خدمتشو که کرد دو سال دیگه عقد میکنیم دیگه هم عقد نداریم تموم شد خودشون گریه نکنیم یک نشکه میکنم آقا مرتضی بیا کنم شما هنوز نامحرمی باش پای دلداریش بزنیم شما شرکون سفتون در بردیم بابا جان چه بوی عذیب میکنیم عزیز یه دفعه که به قول من خانداختی بابا این روشی تا بیخ میبردم میتونم نه 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 نشم خواهد بشی منو ببارم بروش کن مرتضا بوده به این بچه رو بیده بیا بریم چرا این بچه رو اینطور میزنی؟ چرا اینقدر بی انصافی؟ بی انصافونه که من رو پوری رو منتر خودش کرده بی انصافونه که همه اهل این خونه رو منتر خودش کرده حسن بیا بیش من بیا بیش بابا اگه از شاد تکون باخره میدونی چی کارت میکنم همونجو سرکت فایستا چرا هم چی میکنی؟ چون فکر مادر رو بیچاره رو نمی کنی خالی که ما هر دو مو بیچاره شدیم هر دوش؟ بیگه نکنه خالی
وقتی پدرم سرش خورد شب بلند شدی منو بیدار کردی اینو بپرسی؟ آره ننه بگو، من باید بدونم چه ساعتی بود. وقت نماز صبح. شوهر خالم بیدار بود. تو چته؟ هزیون میگی حواست کجاست؟ تو اون روز با غلام علی خان مسافرت بودی، دو ساعت بعدش رسیدی. کجا میری؟ وقت نمازی، میام وضو بگیرم. این چیزی که عوض داره گله نداره شما ما رو شتک کنی. تو رو خدا بریم کنار رو میخوام وضو بگیرم. اون دو چه خبره؟ آقا مرتضی و پوری باش خاک به سرم. اونجا چه کار میکنه؟ شما چیزی میشناسی؟ نه به نظرم یه به نظرم رفتم رو پشت بود بیام. من دیگه کجا بیام؟ یه بالا بهشون کن قول منی خان بعدی باست ما بعدی باست اونا آخه اونا جوون هست یه گوشه خلبت کردن دارن درد دلک میکنن خب ما پدر مادرشون هستیم باید بگیم اونا چی میگن برای اقب خود تقصیر شما یه خود اقب تر باشیم بعدی آخه نمیخوام اونا ما رو ببینن خب اون طرف تله ها قایم شیم من اونا رو نمیبینم آخه من برم اون طرف خلو ملی خواهم مرتضا میدفتن بابام بفهمی ای بفهمه مثلا چی کار میکنه خب خون را میفته نه یه خود داد و بیداد میکنه بعدا مجبور میشه زودتر رضایت شده بچه ها رو ببینی از اونا یاد بگیر با ما شنیده بودیم که بچه ها باید از بزرگتر ها چیز یاد بگیر اینطور چیزا رو بزرگتر ها از بچه ها یاد بگیرن دوست دارم پوری ای بابا تو رضایت نده تو رو برمیدارم این شهر فرار میکنم دیگه تو دارم دیگه با هم فرار کنیم باش مثلا صبح سهر پشدم که گناه داره آخه ما هنوز نامحرم لعنت خدا و دل سیاه شیطون خب اگه آدم خیال بد ننش توشه پیش از عقل یه نظر حلاله یه نظر تو خب دیگه جوانا رو دیدیم یاد جوانیمون رو بزدیم اوه این کمانی هم باز نسیم خود درد یه خود احتیاط کنیم خود ولی خواه نه آقا مرتضی داد و بیداد فایده نداره باید بیرسایی کنیم بابام خودش رضایت بده آخه چیکار؟ من میدونم چیکار اما اگه بگم میترسم و خودم خیلی خواب نه خودم صبح میرم باید صحبت میکنم شاید دلشو نرم کرده چیز نبزرگی هم میکنه شما باید یه خورده احتیاط کنیم قول ملی خان آخه کمرتون مفنگیه کمر من مفنگیه صدار اگه آقا مرتضی رضایت نده چی کار کنیم؟ نمیدونم یه کاری کنیم رضایت بده هرچی را کابوس خواهد جور هندوستان کشد هرچی را تابوس خواهد جور هندوستان کشد شما هرچی بفرمایید من آدم هرچی ندارم پس دعوه سر چیه؟ دعوایی نداری یه نفر یه قالیچه نو داره میده یه قالی مستعمل میگیره دو طرف معامله راضی معامله انجام خاله خواب یعنی چی؟
یعنی بابام میگه تو که دختر منو میخوای بگیری؟ خب دیگه یه چیزی به چش بیدی. باری کلا از تو کوچیکتره اما عاقل‌تر از توه. من آسرم شیر با همه هر چی معین کنین حرف ندارم. آقا مرتضی خنگی یا خودت به خنگی میزنی؟ من جای پدرت هستم. اینی که دارم بهت میگم قول من خان شما شوهر مرحوم خاله من بودین، چند وقتی هم ایشالا پدر زنم میشین. در حق منم خیلی پدری کردین اما جای پدر من نیستین. دیگه هم نمیخوام این حرفو بشنوم. پادر رو پای من وردار دو ساعت پاچ گوشته رو پای من دور میده. من خیال کردم پای پوریه. دیگه وقتا چه حق داری پای دختر من لغت کنی؟ شما اگر رو حق نکردی. خیلی خب عقد میکنم اگه شما اجازه بدین. یعنی اگه شما اجازه بدین اجازه بندم دست شما هست. چه داری شما بزرگترین اجازه ما دست شما هم دیگه درد اینه که شما بزرگتری بزرگتری نمیفهمی. تو که بخوای که نخوای من سرپرست همتون هستم، جای پدر تو هستم. نه خیر پسر جون، من جای پدر تو هستم. نه پدر این که هستم. لا اله الا الله. الان برادر کوچیک تو حسن 10 سالش هنوز قدش دار گردن همه که حواسم بعد این بچه هست. ننه من نمیخوام. ننه جون نمیخوام. توزی نیست ننه ننه چیش به هم بذاری تموم میشه. اما خانم تو خود دست به جنبونین. اما مردم ننه جون من میترزم. ترس نداره ننه. آخه میبرم الهه قربونه ترسا نبرن که مرد ننه. من نمیخوام مرد بشم زنده ای. اگه میگه حسن باید مرد بشی زن بگیری بچه دار بشی اون وقت سر به خرج میکنی. من بسه اما خرجه نمی کنم. قمر خانم از داده هم هیچ توقع نداشتم یه همچی روزی نیاد. با قلملی خان قهره با من که قهر نیست. ننه زنده این میگه میبرن. نانه جون خط میدازن. ببین خر نه یعنی خط بنه. دوری خط میدازن. این خط داری لا لا شما بزنی شما بزنی شما بزنی. اومدم رخت خوابشو بندست. لا لا سفیدم بکش روش. این بخواب یه سرم نه. یا الله یا الله صبر کنی صبر کنی صبر کنی خب حالا بفرمایید چه فرمایید. بیان جو بیان جو آقا یه کیلو وسط آب نبات آورده بزنیم بزنیم. بای خدا مرکم بده همه کارم میگه گریه نکن مادر قرشونت برم لالو لالو بسی چی گفتی به نزه ننه خوشی تو از این دیگه ننه من به جلب نکیشم خواب به نکنم 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 بابا جون بری نگه نه بابا 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 چرا سه ساله بود گفتم کلک کار بکنیم گوش نکن. بابا تو خودت خستی. من برد نیستم عیده دارم. بابا خب من که مدرسه نرفتم که نه که رفتم خودم میگه. نه این یه خط مخصوصه فقط این آقا بلده. شما دستا که نگر داری شما هم پاهاشو اگه دست پا به زمین زیادی بارگه میشه. نه شما میخوانم نیست که پیت داره میره هرونه میخوانده. وای وای آره اونجا میافتی بچه جو میافت حسن حسن جو برگرد بایی باری کنم باری کنم زیبا خدا رو میافتی خدا رو برگرد بایی حسن من کیتم بابا این بازم نیستی اگه بیشون خودم میدوزم پایی حسن تو مایی داشتی تو دوست نداری اگه بخواه منو بگیری خودم میدوزم پایی تو برو پایی اگه خدایی نکرده افتاد بگیرش خودو حسن جو میافتی وایسا یه وقت میافتی آمات دا برو تو خرابه خودو خودم برگم به خودم. نه نه حسن پس نرو یه وقت میافتی تو خرابه. نه نه خیلی خب نمیره نه 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 قربونت برم بایسی همینجا بایسی نمیجا حسن بسا اگه خودتو بندسی من میگیرم. نه نه بگی بپوش تاب میسیزه نه کس کسر جون یه وایسی که قد میندن. آقا مرتضی مواظب باش جلو نه 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 Oh, my God.
مبارکه مبارکه نه اینشالله که مبارکه چی بسر میخواد؟ بسه که قول بلکانه اینقدر نتکون بسه بخوریم مال بابا هم که نیست حالا ملی خان همه جونم رو نوش کردی بسه دیگه یه وقت از درخت میافتی خدای نکرده کمرتون عیب میکنی کنگ کنگیه خورما همه شو کنمه بی نکنیم دیگه برای کنم بکنم بسریم بار من کنم بار من داشت این توفیه بخور دیگه آره خواه آره جونم اگه بخوای باز تو هم میچینم بیا بابا وردو جونم وردو جونم بازم وردو بله اینو دستین کرده دست شما درد نکنه خودتون میرسونه بابا بالای درخت خودشو سیر کرده مگه نه؟ یک دونن دهنم نداشته بابا پس بفرمین خودتون میرسونه نه این مختص شماست دست شما درد نکنه نه نه یارو تو بگیر یه بلم کن اینجا که مرد غریبه نیست نامحرمه حالا هرکی میخواد باشه نه نه پس سیر به سوری نمیگی روشه بگیره باید این چیز به تو نومده آقا مرزا باز سر به سر این بچه گذاشتی بیا پیش خودم میشیم بابا جون حسن جون بیا از این سوتای دستین که بابا چی که غلام علی خان چیدم بهت بدم نمیخوام پاشو برو بیارش بیا دیگه خاطر لوت نکن بیا پیش خودم میشین اصلا حسن جون بیا پیش خودم بابا جون من کیم ها من کیم نمیگی داشتم دعوام میکنم خیلی خوب بیا برو پیش مادرت بشین بابا بودو برو بشین بودو کنی تا اشتامون کن نشده بسات نهارو بند کن چشم بابا بخورم کن چه؟ این مال خود اون دوتا ایشکی نگی ها یه عوشه که میریم بالا بفرمایی دست بخت زینت سالا خوردن داره نوش جونتون بابا قاشق براتون گذاشتم نه دست بخت زینت سالا تو باید با دست خور خانم دست شما درد نکنه واقعا خوشمزه شده نوش جونتون اینجا بوتو بکنه بیم من جلو نرم نمیکنم رفیق تم میخوره؟ نه اون ازش میشه شما دوتا چوچی با هم پچ پچ صحبت مردونه از کار نداشته باشیم بابا من میتونم گوش کنم نه بابا تو هنوز بچه ای؟ امه جونم گفت هر بچه ایده که خفنه کنن مرد میشه چه میخندی حرف خنده دار زدن قلم علی خان باز از این زهر ماریا به این بچه دادی؟ آه مرتضا دیگه بچه نیست مرده اگه مردی به این چیزاست میخوام 70 سال سیا مرد نشه مردی به این چیزا نیست که نه نه دلش همه خدمه کردم آخو مرتضا خوش صداشون کن بعد بابا ما عزاداریم من اینه قول من خواهم تو خونه من عزاداری نیستی که عزادار نیستی که باش برو صداشون کن بزر مگه سو گرم کنم من رو سراشون میکنم آره جینم بابا از این شب خیلی خوشم میاد زینت سر باشو بریم چرا؟ چیزی؟ آقا من هر جا میرم این شعر رو میکنم بینی جا بیای اومدن این شعرش باب دل منه بسه دیگه این شعر رو نخونه چیشو؟ ماما چیشو؟ شعر و قلدره رو که یادت چه شوهر ننه دم به ساعت ایشی رو واسه ننه میخونه بیا بریم فکر میشونه نه تو برو من باید خودو تنها باشم تا حالا سر جوش بیاد برو یه چیز دیگه بزنیم بابا بلند شو برو بیاریم سود باشیم یه رنگ دیگه بزنیم یه چیز دیگه بزنیم سود باشیم یه رنگ گری دروی خودت نیاری هم نادرس بزن اجازه مام دست شما سلتون خواهد رفته اجازه بدین
خودتون چرا خانه میشین؟ آماده جان تو حرفی نداری که ها؟ بلا نامرم چه میشه؟ نامرم این ایزون که رفیق جونجوری که ترتیب کار اینا رو خودم میدم سب کارا تموشه کن پاشی میرم پاشی پاشی پاش برو شو پاش برو پاش برو حالا بشینی 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 حالا بزنی بزنی میرم بزنی کنی پاش برا پاش بابا پاش برا پاش بابا آوری کلا Thank you.
ولشون کن آقا مرد. آقا مرد جا ولشون کن بابا یه مش لاست پاتن. آقا مرد جا ولشون کن بابا ترسیدن رفتن. هیچ کن به تو مرد نیسته. هیچ کن به تو خسته نکردم. تو چی میگی دیگه؟ بیا بریم اون برای یه خوده بگرد. بعد جلو این آخه. آخه مگه اینو نمیتونن ما نام زدیم؟ چرا؟ یه مش لاست پات بودن. دادم دو تا ایزیر درخت قدم بزنم. حسن اینجا مگه حرف بعدی زدم تو دوست نداری زیر درخت رو بیا درختش نمی دسته باشی. من خیلی دوست فرق نمی کنه حسن جون. من این درخت دارم دوست دارم. تو زن مرد نیستی که بدشتم که مرد نیستی مگه نه؟ اون هنوز مرد نشده. نه نم گفت بهت گفتم برو پیش ننه ده برو. آخه چرا؟ این نقی کنه حسن خیلی دوستش دارم. پس چرا اینقدر نوکیشو میچینید؟ های نوکیش نشینم به همه چی میخواد دخالت کنم. حسن جون برو پیشه داشت. داشتم گفتیم پیشه شما. پس برو پیشه محمد آقای دا. کدوم طرف هم؟ همون طرفی که نیزه هستی گلاوی گوجه بده. همون نامی نیزه. داشت ما پشت روی در اومده. آره بابا نه چون چی را پشت رو هستی هنو. مری جو من خیلی دوست دارم. چرا نمیگی؟ گفتم که نه دلم میخواد همیشه بگی خیلی بگی خیلی بگی. بچه های امروز خیلی در روشون خب از تلویزیون یاد میگیرم دیگه. تلویزیون ندارم بابا. کارش میکردی به تا چند پیشک داداش داداش گوری کجا رفتی؟ دیگه بابای دی بالا درخ رفتی چی کن؟ فضول نخواستی. مای بهت نگفتم برو پیش ننه. چرا نرفتی؟ رفتم بابا گفت قول من خواهیم گفت برو پیش محمد آقا. ما اگه محمد آقا نه اینجا نیستم. نه اون طرف. پس چرا نرفتی پیش اونا؟ رفتم گفت برو پیش داشته. میبریم پایین. خیلی بد اخ میکنم. خدا ندیبی رو گفت. میری خواهی من بیت خفله میکرم. منه چی کنم میکرم؟ نشسته بود. قول ملکان چی؟ آواز میخون. تو سری فیلیو مرکی گیری. نه دو خیلی هم قصه میخون. تو خفه شدی که؟ این هست داد. برای اینکه این عروسی سر بگیره ما باید اول از ادا در بیانیم. شما دیگه لج نکنیم. خوب. آقا مرتضی دست بده ما. نه ایفاش بریم این چنادر یه خود رو بکش جلوتر میترسی گناه داشته باشه. آقا مرتضی آدم اینجور با مادرش حرف نمیزنه که. آخه نه سلامتی ما عزاداریم. چطور صحبت عروسی ما که میشه میگین عزاداریم اما واسه رقص و آواز و ساز کمونچه عزادار نیستیم؟ آقا مرتضی هم حرف داره بین عزادار جوونه میخواد بیسر سر سامون بیم. بایی باید تحصیل این کار رو بده. بفرمایید. ایشالله هر که پاک و نام به شما باشه. بفرمایید. بی نفت داد ایشالله اما آخرتون باشه. خدا پیاموز و ببرد. بی نفت داد. شما حالا خیلی زوده این حرفا رو بزنید. نه بزرگترم هنو آرزوها دارم. بفرمایید. تو خوش آفونی هم بیشنه اصلا از موقعی که من سر صورت رو صفا دادم و لباس رو عوض کردم اینگاه 20 سال جوون شده. این آهن رو گوش کنیم ببینید چی میگه. اونا من میخوام قباحت داره این حرفا مال جووناست. زری این شیر میره تارو تا آقا برسه بکن پاشو پاشو برو پاشو برو بفرم. نه عمل ندارم شما ببرم. نه نمیخوام کجا حالا؟ من با اشتر خان یه کار خصوصی دارم. اشتر خان یه دقیقه دشو بیر اینجا. یه دقیقه دشو بیر اینجا تو اتاق من. این که کاریه که ما نباید بدونی. لابد ما نامحرم. شما که محرمی. ما نامحرمی. زنده ای به دلتون باید نیارین. شاید یک کار خیر باشی. بچه تون انگه سیرنی نخور گناخ میگیری. نمخوام. خبر بخم بلاشی من. خجالت داره. منو تو پا مونده. خجالت تو باید بگیری که سیبیلاتو ترشیدی.
تو جک مستی بازی در میری. تو خجالت خودت بکش. دخترت هم میخواد به آقا مرتضی قائل بشی. مال حالا من چی از این خجالت بشم؟ آقا مرتضی جای پسر من. تو از کجای کاری؟ میخواد شوهر ننت بشه. چه آدم؟ لینت شده پاکی بودم تو دهنه. من چند روز نشستم قلمن خواهی یه همچی حرفی بزنم. اما اگه بشنفم خور رو میندازم. من نمیفهمم شما چرا اینقدر گندش میکنی؟ ما از عزا در اومدیم که زودتر آقا مرتضی و پوری با هم عروسی کنن. خداییش هم بخواین من و زینت صادات هم باید با هم حلال باشیم. ما میخواییم توی خونه زندگی کنیم. اینا زن و شوهر میشن میرن توی خودشون. من هم یه مردم هر جوری هست زندگی میکنم. تکلیف این زن چی میشه که با یه بچه صغیر باید بی سرپرست زندگی کنه؟ شما نمیخواین خواهرتون سر تامون بگیره؟ خواهر من بی کس و کار نیست. نمیخواد دلسوزی بکنی. من مادرم رو تو خود چشم میگرم دارم. این خونه هم هست تر باید بفروشیم تا تکلیف ما معلوم شه. خونه مال تو نیست که تکلیف معلوم میکنی. خونه مال پوری و زینت صادات. من اگه سرم بره این خونه رو نمیفروشم. یادگاری پدرمی تو همین ایوون چک و چونش رو بستن. مادرم تو اتاق پنج دری به رحمت خدا رفت. همین شماها رو تو این خونه زاییدم. زینت صادات تو همین خونه پسرتو داماد میکنی. تو همین خونه هم خودت سرسامون میگیری. تا چشم حسودم گرشه. گوش به حرف اینام نده. این میخواد دخترشو به جای پوری به آقا مرتضی غالب کنه. اونم بچه هست عقلش نمیرسی. مرتضی همینجور واسدی هرچی دلش میخواد بگه. فرمان خواهم من شوهر نده نمیخواهم. من شوهر نده نمیخواهم. منم نشه خوهرم رو جوشه درستکی نمیذارم. همین درستکی 25 سال خوهرتو نون داده. مرد شوره اون نونتو ببرن که من 25 سال عرق ریختم و خجالت کشیدم که شوهر خواهرم درشکچی بوده. مگه عیب و آره بابام 5 تا درشکه داره. پوری تو دخالت نکن. من اگه شوهرگمو بسرم نمیذارم منم شوهر کنه. تو هم اگه پشت گوشتو دیدی پوری ندیدی. پوری پاش برو تو اتاق. پاش برو. پوری نامتدمه. هیچکی نمیتونه جلو عروسی ما رو بگیره. در عقد من باید رضایت بدم. این انگشت میبینی باید بزنم پای سند عقد. نمیتونم به درد مثل اینکه دختر قطعه. آقا مرتضی همین امروز اساسیتون رو جمع کنین. دست مادر و برادرتو بگیر بیا خونه ما. بیاد خونه شما که دختر رو بهش قالب کنین. دختر من نجیبه. هنوز هیچی روشو ندیده. اگه دختر من نانجیبه. بیا ببین پشتر دختره که چیا میگن. هنوز هیچی نشده با آقا مرتضی میره سینما. خوب کردم رفتم سینما. به شما چی؟ واه واه چه پر رو تا چشم گوش دخترمو باز نشدی ببین. به نظرم همین احمقنده خوشی با آقا مرتضی لو داره. بریم حسن جون، بریم از اینجا. روح مرحوم پدرت باش که از این کثافت کاری های شما معذبه. آی زینت سادا، زینت سادا، به صدای من گوش کن. این صدای روح شوهر تو، روح شوهر تو معذبه. آهای زینت سادات به صدای من گوش کن. وای به حالت اگر به روح شوهرت خیانت کنی. آهای زینت سادات به صدای من گوش کن. این صدای روح شوهر کنه. آقا مرتضی حالا چی میشه اگه بابام با خالم عروسی کنه؟ تو همین نفع میزنی؟ آخه بابام رو دنده لج افتاده. میگه تا آقا مرتضی رضایت نده من به عروسی شما رضایت نمیدم. اگه اونا زن و شوهر بشن ما نمیتونیم عروسی کنیم. برای اینکه خواهر برادر ناتنی میشه. بله بکشو بکن. هی بچه دار بشن بچه اونا هم برادر منه هم برادر تو. ایو خاک به سرم. راست میگی. یعنی هم برادرم میشه هم برادر شوهرم. من هم برادرشم هم شوهر خواهرش. معلوم نیست باید داداش داداش کنم یا آیزنه. بچه ما واسه پسر اونا هم خواهر زاده هم برادر زاده. پسر اونا واسه بچه ما هم عموه هم دایی. این اصلا نمیشه. خلاف شرعه. راست میگی. بابا مگه بدونه هیچ وقت همچی کاری نمی کنه. من بهش میگم. یه سند بنویسم آقا؟ نه آقا جان.
آقا چهار دستگاه درشکه دارن میفروشن به اون آقا به مبلغ 12,000 تومان. این یه سند. بله. یه سند دیگه هم تنظیم میکنیم که آقا تاکسیشونو میفروشن به این آقا به مبلغ 12,000 تومان. بله بله. پس شما بفرمید مشخصاتتون رو ببینید. تا این سند تنظیم بشه من یه مسئله ای هم می‌خواستم از شما بپرسم. نه بفرمایید، بفرمایید. یکی دخترش می‌خواد بده به یه پسری، بعد مادر اون پسر خودش بگیره. این شرعیش اشکالی داره؟ ببینم بیمه که نمی‌خرید ها؟ یعنی چی؟ هیچی، یعنی منظورم اینه که برای جاری کردن عقد قطعا ما رو دعوت میکنیم. آه انشالله که مبارک است. از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد. بفرمید سیجاد. ناس شما دعوت کنم. ننه میخوای این اتاقه رو ببینم؟ خیلی خوب بیان ببینم. یا الله آقا السلام علیکم. سلام از ما. آقا اومدن خونه رو ببینن. سلام علیکم. علیکم. میخوام واسه پسرت اینجا عروسی بگیرم. این خونه واسه همه شگون داره. واسه ما که شگون نداشی. زن خدا بیامرز هم همینجا نفس آقا رو کشید. بفهمم. بفهمم. یا الله. بینه صدا. جلوی یارو همش از مردمی باید صحبت کنیم. همین چی میگن؟ اتاقاش که خیلی کچیکه حوضش بیره چیز آزاد جزد آباد زن من همهشون اینجا زرگون زمین گوشن. خدا رحمت کنی پدرم تو همین ایوون تک و چونشو بست. مادر خدا بیامرزم تو همین اتاق پنج دری چونه انداخت. با جناق خدا بیامرزم شوهر همین کنم همین که شما بایدی ناکاش گذاشت و گوست مرد سرش خود به سنگ اوت جا به دو نفس آقاری گیر. خب قسمت خوب خوب تو هر خونه مرگومی هست اما اینجی بیشتر عروسی بوده. اون خواهر خدا بیامرز بدونی بگیری که همین دو چکونه شو بستی. همین حوض رو میدینی ده تا بچه بیشتر توش قبل شده. اون طرف بفرم اون برادر ناکامتون رو بگیر که از رو پشت بون خودشو با مغز با گله انداخت بایی. این حرف رو واسه چی میزنی؟ شما چه بخواین چه نخواین من این خونه رو میفروشم. تو چه کاره ای که این خونه رو بفروشی؟ حالا میبینی این خونه نصفش مال دختر من نصفش مال زینت داد. دختر من که فروشنده نیست. زینت داد شما بود که فروشنده. من تو این خونه به دنیا اومدم تو این خونه عروسی کردم تو همین خونه میخوام بمیرم. یادگار پدرمو نمیفروشم. کجا داری تشریف میبری؟ این خونه به درد من نمیخوره. سرش که آباد. جدا میکنی؟ چطوری جدا کنی؟ از وسطش دیوار میکشی؟ اگه ساعت دفعه بسازی باید خراب میکنم من شرایطه همچون بیا وسط حیات دیوار بشی سهم خودمونه من میخوام دیوار بشیشم ساعت دفعه که خراب کنیم بازم میکشم. آخه تو فکر نکردی که مستره مونده اون بره دیوار در حیات مونده این بره دیوار مگه اول ما آخر قلب خرابه؟ آخه مرتضا بابا جونم راست میگن که نمیشه وسط خونه رو دیوار کنی. این خونه رو با بفروشی یا وسط شو دیوار میکشی. من یا این دیوار رو با دست خودت خراب میکنی یا فردا سرت میتارشن میبرن نظام عدیده. متولد چه سالیه؟ متولد 1329 مرتضای سمندری فرزند مصطفی. مرتضی فرزند مصطفی شهبت سمندری متولد 1329. معاف تو قره کشی معاف شد. نمیشه دو دفعه قره کشی کنی؟ نه خیر آقا بفرمایید نفر بعدی. سرکار من مادرم مریضه میتونم سال دیگه بیام خدمت؟ دست ما نیست آقا تو قره کشی انتخاب شدی. بفرمایید نفر بعدی بیا چون. اکبر خان اکبر خان اکبر خان سلام علیکم. حالا شما چه داره؟ سیبیلا رو در مرتبه گذاشتین. بفرمین برسونم تو. بفرمین من سوار درشکه نمیشم که نمیشم. درشکه تموم شد تاکسی خریدم. هر کم بهم بگه درشکه چی دهنش رو خورد میکنم. درشکه چی تو هر لباسی باشه درشکه چیه؟ تا یه خداحافظی هم نکرد زهری رو باید تارچی بندازی.
این چه بشه من بدم میاد بابا سرش بیاد بهتره یا من بدم بیاد واسه تو کدوم بهتره؟ برای من هر دوتو هیچم از این دعوا خوشم نمیاد. این دعوا رو بابات رو انداخته. بابا ما میخوام بریم سر کارمون. زود باش. ببین کلو جون تای منو دوست داری باید دور بابات قلم میگیری میفهمی؟ آخه این چه حرفی تو میزنی؟ اگه مرحوم پدر زنده بود من یه همچه حرفی میزنم تو چی میگی؟ حتما برو برو اینکه من از سرینم برو بگه بروی جوزه. خب برو در بزن. بابای من های مثل بابای تو بود اصلا باش حرف نمیزنم حتی نیگاه شما بکنم. آقا مرتضی هیچ خوشم نمیاد پشت سر بابام اینجوری حرف بزنم. باید که اومدی اینجا دیگه نمیتونم وایستم. بیا ببینم همینطور میرن و تو میشینم خیال میکنم اتاق مهمون خونه هست. پولی اون زفر رو دفعه بذار. یه ساعت میرن و تو بس میشینم. برو لب باخت بکن میرم زود باش. پولی سفر بذار. نه خواهش میکنم پولی جون. جونو بذار آزان جو. این جونم اسم من چیه بابا؟ ایب نداره همون که تو دارش فکر میکنی واسه من بخت بابا. یه دانتو بکن یه دانتو بکن. آفری کرده تو این جونم بیان جونم توب کن توب کن میکنم توب کن. نه آب نبا تو توب کن. درسته گوشتش داری؟ درسته گوشتش داری؟ چرا گوشتش داری؟ چند جفل مطمئن؟ داری شما چه برادرمه؟ دارم میخواد بهش همی چیش کم نمیشه؟ برادر بشن بزن 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 ما بزا باسته شروع کردیم. شروع میکنه که صبح اول صبحی به این بچه آب نباز میده. آب نباز داده این که دعوا نداریم. نه شما برو تو تاکسی خرد دکان اشتر نداره به داشت من آب نباز بده. این که مقل نداره باسته نداره تقمه بخره. برو تو تا سمی برو بوری اون باگر تقمه بده. چه معنی داره؟ چه معنی داره؟ ای من چه میدونم؟ برو از خودش بپرس. زورش به اون نمیرسه سر من داد میزنه. حتما یه کاسه زیر نیم کاسه هست. شایدم دو طرف هست. نخور نکسه. چرا؟ گوش کن تو الان خیلی زوده که بفهمی چرا داشت که بعد تو رو نمیخواد. تو هرچی بخوای من برات آب نبات میخرم. واسه شما یه گونه تخمه میخرم. به شرط آب نبات تخمهاشو بزنی تو صورتش. اصلا آقا مرتضی این حرفا چه معنی داره؟ گلم علی خان کم به تو مهربونی کرده که حالا اینطور پشت سرش حرف میزنی؟ اون مهربونیاش همه رو نقشه بوده. واه 22 سال رو نقشه به تو مهربونی کرده واسه یه همینی؟ بله خانده این میگفت که از روز اول به تو نظر داشته. منتها پدر خدا بیامرزه مثل شیر بالا سرش بوده. حالا که اون سرش گذاشته زنی این سر بلند کرده. اصلا از کجا معلوم که قاتل پدر من نباشه؟ ها؟
پاشو پاشو، خدا عقلت بده. اون روز که تو قلم علی خان کرج بودیم یه ساعت بعدش رسیدی. شاید همین یکم رو نقشه بوده. موضوع چی خریده بود؟ ها؟ بگو. قلم علی خان تموم شده رفت. پوست موضوع انداختی جلوی پله ها. بعد شبونه منو ورشه برده کرج که ایز کام کنه. ببین چجوری واسه خودش میبافه. پوست موضوع اون خدا بیامرز انداخت تو حیات. صبح زودم پاشو گذاشت روش. نیست خود اون اتفاق افتاد. ننه واسه چی اینقدر داشت طرف دیر میکنه؟ نکنه راستی نیکن. ننه بیا چایی تو بخور، بی خود اوقات تو تلخ نکن. بعد از صدرم بخوای بری زنیه درست کچه بشی. ننه درستگاهشو فروخته، تاکسی خریده. اگه تیاره هم بخره باز درست کچیه. هیچ کس نمیتونه چایی پدر منو بگیره. آره مادرتو بچه داره فرار میکنه. پدرمون رفت بی پدر شدی. حالا مادرمون میخواد بره کلفتی درست کچی بشه. یه درست کچی های پشت تاکسی هم بیشنه باز درست کچیه. ننه تو درست کچی میخوای بری کلفت بشی؟ نجیم میخوام یه کاری کنم که تو بابا داشته باشی. مگه بابا ندارم؟ مگه از کربلا نمیاد؟ نه دیگه بر نمیگرده. حسن جون تو گلوم علی خانو دوست داری؟ آره خیلی، از بابا من بیشتر. دو تا سیلی بذار تی گوشش که برق از چشمش بپره. مرگموش بریز تو غذا. این کارا چی یادش میدین؟ دست مادرت رو بگی این خونه برش بیرون. آه نمیاد، نصف خونه مال خودشه. ببینم مادرت هم میخواد زن این بابا بشه. آره امروز سه بردم که بعدش نمیاد. پس هیچ کاری نمیتونی بکنی عین من. چرا یه کار میتونه بکنه؟ ها چی کار؟ این بابا رو باید جلوی مادر سیاش بکنی. چطوری؟ من این متکا با دو تا وردستش ساز و ضرب هفتش بطری عرق یارو رو حسابی پاتیلش میکنیم. اون وقت ننتا ورش دار بیارو نشونش بده. خوب ببینش چون توی حال الان
حالشو ببین موقع سال از آن ای مامانی بهشتی تو که منو کشتی رخت و حواست قشنگه سنگ تموم بزرگی دیدی ننه ننم اگه راضی باشه من حرفی ندارم خونی حاضر شدی؟ خوشم اومد من دلم بخواد پسرم اینجوری حرف بزنه حالا که از سر گوز اومدی پایین پس بهت بگم که ما رضایت زینت زداد و فراهمش کردیم میگیره از خودش بپرس زینت زداد زینت زداد زینت زداد زینت زداد ننه با اجاز صدات میکنه یه را فیشی که دکی بابا تو صدات میکنه بابا ایکی ننه قربان خان ننه رفت تو اتاق از توی درس بچه ها نه ترسونم دیگه داشت کتکت نمیزنه میتونی به من بگی بابا آخه ننه هم میزنه سینه صدات بوری خب لبا چه تو میکردی کتک خوردی بابا آخه ما چیزا من حاضرم کاراتون رو بکنی، خرید مریضتون رو بکنی، پس فردا بسات حق دارا میندازی قربان خواه، ما هنوز بابت مهر و شیبا هستیم اونم با هم کنار میاد، هرچی تو مهر پوری بکنی، منم مهر زینت زداد میکنه باشه این دیوارم برش داریم دیگه آره، خرابش میکنم فعلا خدافظ 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 به همون خدا زینت زداد اوه، دارد بابا زینت زداد زینت زداد حسن اینجوری ننه چشه؟ نمیدونم بچه جواب من نمیده به نظرم از شما بعدش میاد از کجا فهمیدی تو؟ هیچی آخه گفت اگه یه رفتی دیگه به شما بگم بابا جون پوستم رو میکنه آها بیا جونم بیا این هفتی دیگه بیا برو تو کوچه قشنگ بازی کن بودو بودو دینه صدا دینه صدا یه خود از اون آب خوردن بدیم بخورن این پاچه آب داره نخی نه صدا شما چرا همچی میکنی؟ زیرت صدا باز این کمر من ضربا خورده تا بچه ها نایمدن یه خود از اون مرهم بیاری خوش کنم این تو اتاقتون بگر من چیخ میزنم و همه همسایه رو خبر میکنم دمی در اتاق من چی میخوای؟ شما چتونه گفتم کمرم درد میکنه خود ملهم ببالید دیگه کمره تو ببر بده به همون زمین مرزبی که مفتیلای یقل باشون میرخصیده ملهم بمالن یادشم حق داشت که میگفت این الواس اخوری لیاقت تو رو نداره این هم صداد با خدا گولم زدن همش تحصیل این آقا مرتضا آره تو خودت همه دنیا رو رنگ میکنی این هم صداد رفیقای آقا مرتضا من رو گول زدن به زور به این دوا دادن من رو پاتیلم کردن خدا از اون موهای سپیده خجالت بکش زخر ماری رو به زور به هد دادن اون عدو اصفار هم زورکی بود بذار بگم چه تا شد بذار اصلا نمیخوام حرف بزنی یعنی چی میتونی بگی همه چی رو دیدم با دو تو چشمه خودم دیدم زینت رو داد به جد از هرت قسمی خیال نمیدن جدم کمه رو بزنم اگه دونو خود حالا کجا داری میری؟ همه چی یادت رو آیا؟ مامان حرف نزن همین الان میرم جدشم میرم اینجا تصویب این خونه رو یک کنه ما نمیتونیم با آدمی که معلوم نیست چند جور مرض داره تو یه خونه زندگی کنیم بابا آب لبات ندارم بهت بدم دیگه هم نمیتونم بابات باشم چرا؟ دیگه منو دوست ندیدی؟ چرا؟ اما اونای دیگه منو دوست ندیدی چرا؟ شیطون گولم زد یه کار بدی کردم چی کار؟ شیطونی کردی؟ این شیطون خیلی کلکه یه وقتی منو گول میزنه شیطونی میکنم ننم میگه دوستت ندارم اینقدر حرصم میگیره خب وقتی میگه دیگه دوستت ندارم اوقاتش تلخ میشه اون وقت تو چیکار میکنی که دو دفعه دوستت داشته باشی؟
حرفش رو گوش میکنم، کمکش میکنم، هر که میره دنبالش میرم، اون وقت منو مچ میکنه میگه حالا چه دیره پاک آقا. خب باش بریم، باش بریم. کجا؟ خونه خاندایی میریم، بطوری، زود باش. مرگونه تو برم، منتظر دستم، دیرید از دست تو، بوی بالون به، بیری با دب تو، یکی رو میکنی بودم، برگی بود، گره کنی دستم رو بکن. نقرمون گرفت، زیره با قلومدی مثل کارد و پنیر شدن، من وقتی بهت میگم تو این چله یه چیزی هست. خب واسه من تو چه فایده داره، فرد خونه رو میفروشن، زینا تا اصلا میان بابان گفتن ما بیدن. به کنه نقشه پی نبردی، زینت که دست رد به سینه قلومعلی بزنه، قلومعلی پوری رو به مرتضی نمیده، مرتضی هم حسش میگیره و به ما پناه میاره، ما هم طرفه دست زرین رو میذاریم تو دستش، بودو به زرین بگو خودشو صورت آزاد کنه، بودو بینم، زود باش، یا یا هی، سب کن، سب کن، بذار زرینه در باز بکنه، زرین! زرین تر بازش خوب نیست. تو نمیفهمی. بل. چرا میفهمی، برو. تو هم برو سر تو شونه کن، پیرنه تو عوض کن، زود باش. سلام علیکم زنده. سلام گل گلاب، چه عجب. سلام زنده. سلام. تو اومدی همین رو من بگیم؟ میدونی خانده من خودم اومد اینه شما میدونم اگه شما به نقشه های عریگر کمک نمی کردیم من به یه حسنی نمیتونستم با پوری عروسی کنم اومدم از اصلا تشکر کنم اکبر خان اکبر خان بلنشو بیکارت دارم بلنشو بیا خاک برون سرت با این نقشه ببین چی بمیزه این دختری بیچارت آوردی پسر امن پسر دایین پسر امون هر چه خواستگارش بودن به هوای این رد کردی وقتی میگم تو این کله یه چیزی هست تو این کله خاک عرق خاک برون سرت کنن که از اول عمرم هر چی کشیدم از دستت چند کشیدم برو زری در رو واکن من نمیرم کاش خدا منو مرگ میداد که از دل هر دوتون راحت میشدم خدایی خانده داشتم کجا؟ نه سلامی، نه علایی که خانده داشتم کجا؟ امروز همه خاندایی، خانده داشت میکنن این خونه باید امروز فروخته بشه تا اصیم از بابای منو برداریم بیاریم اینجا چی رو بردارم بیارن اینجا من دیگه کار بگذرا؟ من با شما حرف نزدم پیش برادرم نرم، پیش کی برم؟ چیشی، چرا هم، چی میکنی؟ تو دخالت نکن نه نه، بیا بریم خونه، من خودم ترتیب کارو میدم خاندایی بعد مرحوم پدرم من امیدم به شما بود خیال میکردم شما خیر منو میخواین اما امروز فهمیدم که کور خوندم منم خیال میکردم خار زدم جوونه بی قل و قشیه آرزو داشتم دومادم بشی اما بعد از اون کلایی که درست کردی فهمیدم چی جای ما نیستی من شما خودتون به من یاد ندیدین من یادت دادم یه عریگره نفسش شما نفسش هم عریگره منم و کی بعد شما زد را رفشو همه دوزه کرکا رو جور کردی آخر سرم به من گفتی زینت ورد بیار درد من که غلام علی خان بیچاره رو خرابش کنی مرتضی این کارا چیه که تو میکنی؟ این کارا شما میکنی خوبه؟ ما چی کار کردیم؟ با یه پسر به این گنده که میخوایی بری شوهر کنیم خجالت نمیکشی؟ خجالت تو بکش که واسه به نظر دوز و کلک جور کردی خجالت همه تون باید بکشین که سر تا پاتون کلکه تا پیروز با من همدست بودی حالا که فهمیدی با پوری عروسی میکنم این حرفا رو میزنی بذارین آب پاکی رو دست همه تون بریزم ننم نباید شوهر کنه پوری رو میگیرم دختر شما رو هم نمیگیرم گلی نداره مادر جون تو سر سک بزنی شوهر پیدا میشه من نمیذارم ننم شوهر کنه اصلا بکشه من برادر بزرگتر دارم راست میگه تو چی کاره ای دخالت میکنی من باید بگم شوهر بکنه یا نکنه تازه قلم علی خان به شرط من پوری رو به تو میده واه 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 چه بی حیا زرین برو تو تا الان چشم و گوشت باز میشه مادر جین برو من خواهرم و شوهر میدم تو هم هر غلطی دارت بخواد بکن همین حرف آخرتون همین بود منم همه تون رو نابود میکنم دست پوری رو داشتم و میگیرم از این شهر فرار میکنم و میرم آقا مرتضی این حرفا چیه میزنی؟ اینا میخوان آبروی منو ببرن من شارک خودم رو میزنم همشون رو میکشم این خونه رو آتیش میزنم پس عروسی ما چی میشه؟ میدونی که شرط بابام چیه؟ اون شادی که حفظ شما چه خبرته؟ مگه سگ هارت گرفته؟ دلم خواب شوهر کنم اگه زن غلام علی خان نشم اونم پوری رو به تو نمیده راست میگه مرتضی جون چرا نمیخوای بفهمی؟ اصلا میدونی چیه؟ دکتر از خودم نمیخوام
بیا بیا هیچ کدومتون رو نمیخوام. هیچی برو بابا میخوام سر بتنه هیچ کدومتون نباشه. همه تون دست به یکی کفی که آبروی منو ببرید. میخوام سر بتنه هیچ کدومتون نباشه. میخوام دنیا نباشه. آقا مرتضا آقا مرتضا آقا مرتضا تو رو به جد مادرت بایستا. آقا مرتضا آقا مرتضا بوری چی؟ چرا گریه میکنی؟ حتی را داشتم کتکی کرده نبود که اونو بود. ببریم تو بیرم ببریم تو آزه بودم پسرهای بی غیا همه تونو میکشم. خیال میکنه ما شیطیشیم. سلام علیکم اکبر خان. سلام علیکم بفهمه چی شد اکبر خان؟ هیچ چی بابا شما بگین زینه صدا چی شده؟ نمیدونم کاش که اجاقم کول بود این طول صد پس نمیافتم. باز آقا مرتضا چیزی گفته؟ لیکن ساکتی؟ لیکن هیچی نمیگی؟ پولیسا بگو ببینم چی شده؟ هممونو به فوش کشید و زد بابا جون من بدنام میشم اسم آقا مرتضا رو منه میخواد هممونو بکشه خونمونو آتیش بزنی. لا 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 بابا شما وایستدیم تماشا کردیم همش تقصیر خودمونه. هی دندون رو جگر گذاشتیم هیچی نگفتیم دعوا کرد بودیم جوون عقلش نمیرسه بعد میراتیم جاهله نمیفهمه وسط خونه رو دیوار کشید گفتیم انشالله گربت حالا میخواد خونه رو آتیش بزنه باید جلوش وایستاد. یه جوونی که هنوز دانش پوشی میده که عقیده رو با تکلیف معلوم کنه. من همین الان میرم اون دیوار رو خراب میکنم اصلا میریم محضر عقد میکنیم اینم چه غلطی میکنم. غلام علی خان بچه من دیوونه هست یه وقت یه بلایی سرمون میاد. هیچ غلطی هم نمیتونه بکنه. میترسم یه بلایی سر خودش بیاره هرچی باشه بچه‌مه. بابا جون میترسم خودش رو بکشه. یه روز دیگه صفانی من باش حرف بزنم شایدم راضی نیست. بفرمایید مرگ موش تم خطرناکیه. ما به آدمایی که نمیشناسیمشون نمیفروشیم. ما رو که میشناسین. اختیار دارین آقا مرتضا. یه قاشق چایخوری از این سمت 100 تومن میشه. خب چقدر کنیم؟ یه تومن. بفرمایید متشکرم. ای ما رو نگین حلالمون کنین. خدا حافظ. میخواین ما رو بترسونی آقا مرتضا. دم دست بچه نذارین ها. خیلی خطرناکه. چاش. خدا حافظ. بریم. کجا؟ بریم خودمون رو صفا بدیم. امروز سوار شدم با تو میگی. دب کنید دب کنید. بلنگ اولو میخوام با خودم بزنم. یک دو سه دیوان برو که دیگه سرد نشید. میدونی چی دلم بخواد؟ دلم بخواد یه ساعتت عشق هم جارو کنی یه دونه آجر هم باقی نمونه. سب کن با مرجقه رفتن نهار بخونم. کجا نهار میخونه؟ تو قهر بخونه. ممنونم خدا سر شهر اون عقضی فروشی هم یه نگاهی بکنیم. این هم میخوانم سلامتی مارتزا جون بست دیگه یه بطر به سلامتی من خوردی. باشه بازم میخوام بخورم. آخه دارم میخواد تو این دنیا یه نفر سلامت بشه اونم مجغله. از سلامتی هیچ کس دیگه نمیخوام بخورم. تو امروز چته؟ چرا اینجوری عرق میخوری؟ اینا این دلم میخواد پر بزنم برم اون بالا بالا ها. موسیا یه پنج فیری نمیخواد. آخه موسیتا کجا میری؟ تو همجه میشه حالا میری چی میخواد؟ ایوه خاک بسرم بی بریم خونه حالت بده. میگم اینجا چی میخواد؟ آقا مرتضا این کارو که میکنی هیچ فایده ای نداره. بابام با زینت‌زادات میخوان برن محضر. حواست با منه؟ آره بگو. میخوان برن محضر عقد کنن. خب برم. تو هر کاری بکنی خودتو سبک کردی. آخرش هم مجبور میشی باشون آشتی کنی. پس بی خود خودتو کنف نکن. بیا خونه صورت همه رو ماچ کن. بذار با رضایت خودت باشه. تموم شد؟ آره میای. آره میدم شب میام ترتیب همه چی رو میدم. حسیرا پنیسیری چی شد؟ بعد گفتش که شب بیام ترتیب کار رو میدم. همش هم لبخند به لبش بود. انگار نه انگار که توری شده. میدونستم بچم یه خورده شاف شورتی هست اما قلبش پاکه. ننه مرده. باش دلم بر ریخ پایین. مرده چه برو گم شو. خب مرده من به تماشا کن دیگه. آخه مردم مگه تماشا داری؟ بیا اینجا کجا میری؟ کور شده؟ یه فاتحه بخونی ثواب داره بابا. الله رب الله على ملت رسول الله صلى الله عليه وآله وفرد أنبياء الله إن الله مسير بالعباد وجلاه فلا الله واحد الله إن عليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسمع افهم يا عبد الله ابن عبد الله اسمع افهم يا عبد الله ابن عبد الله اسمع افهم يا عبد الله ابن عبد الله على انت على لحظة الذي فارقت له عليه شهادة لا اله الا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد النبيين وخاتم المرسلين أن علي أمير المؤمنين وسيد المسيين أن أؤمن سلب الله طاعته على العالمين وأن لا حسن بالحسين علي الحسين محمد بن علي بن جعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد ابن علي علي ابن محمد الحسن ابن علي چی شده؟ چرا گریه میکنی کوچولو؟ ها؟ چیکو کنم؟ بیا بهت پول بدم برو بستنی بخرم. باشه؟ بیا. خونمو نمیتونم بدم. چرا؟ اونم بده. اون کیه؟ مامانم میگه باباته. اما خودش میگه من هیچ کسی تو نیستم. هر وقت میاد خونه من از خونه بیرون میکنه. خیلی هم قایب بدم و میزنه. من ازش میترسم. خونه تون کجاست؟ اونجاست. بیمارم. بیمارم. مامالی، بیا تو. مادر جون. خدا. بابا جون شما که از حسنم بچه درستی؟ اگه چون سر و کار تو با کودک به تا زبان کودکی باید باشم این بچه علایی نمیخواد. آقا موجود اومد. بلش کن چادر نمیخواد بعد عقل میکنه دیگه. جان جان یلا سلام. گریه میکنی؟ نه، اشک خوشحالی. یالا تو تر باید بیا این حال. منم خیلی خوشحالم، همه خوشحالم. اگه زودتر از خری شیطونی اومدی پایین اینقدر درمسته نداشتی. تو خوب برم دیگه زن و شوهر میشه. مگه نمیری تو؟ میخوام در صورت هم بشتم تو برو من بعد میگم آقا نه اصلا اینقدر آروم شده مثل یه بردی یه جوری با یه حالت روحانی جواب سلام منو داد که تا حالا از آقا مرتضی ندارم الحمدلله این اعتداد کارا داره رو غرا میشه بابا خدا باش یه نظر دیگه کتک نمیزنه بیا بابا جم بیا بابا جم بخو بابا جم مامانی سلام 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 ننه تو به اونقدر دیر اومدی بیا بابا جم سلام داداش دیگه اگه بگم بابا جم من رو نمیزنی مثل اون وقتا نه نه اون وقتا تمام شد همه چی تمام آره بابا گذشته ها گذشت دیگه روز از نو روزی از نو خب آقا مرتضی پسرم حالا دیگه میتونیم مثل دوتا مرد با هم صحبت کنیم کجا میرسی نه صدا میرم ببینم آبگوش سر نره حسن پاشو بیا نه دیگه بیشون محرف یواشکی نرسیدی هستی یا بیشون حضوری صحبت کنیم بروی جون تو برو با آبگوش سر نره نه، تو برو بشین خدا مرگم بده مثل اینکه حالش خوب نیست چشه؟ از اونو خورده Thank you.
دارم مادر جون که دلت از آینه پاک تره. چی مرتضی جون چرا اینجوری به من نگاه میکنی؟ بدو. برای خانه آقا چه پدری کرد.
خدا عمر دوباره به مادرت داد آقا مرتضی. بیا برو پیش بابا.